کشته شدن دهها افغانی و حجوم هزاران افغان به فرودگاه کابل برای شایعی که در مورد اعزام نیرو برای کمک به زلزل زده های ترکیه مطرح شده بود. با ما همراه باشید جزیات این خبر رو براتون تعریف میکنم. سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه خب شب گذشته توی خیلی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی افغانستان یه شایعه دروغی دست به دست شد که این شایعه باعث شد که هزاران نفر به سمت فرودگاه کابل هجوم ببرد این شایعه و خبر دروغم این بودش که سخنگوی طالبان گفته که برای کمک به زلزله زده های ترکیه قراره که هزاران داوطلب افغانستانی رو به سمت ترکیه اعزام بکنیم و خیلی از شهروندان افغانستان هم به خاطر اینکه جزء اون داوطلبها باشن و به این بهونه بتونن از کشور خارج بشن به فرودگاه افغانستان هجوم بردن در پی این یورش و خرابکاری که خیلی از مردم افغانستان توی فرودگاه کابل انجام دادن ده ها نفر کشته و زخمی شدند به گزارش خبرگزاری طلوع نیوز افغانستان شب گذشته هزاران نفر به فرودگاه کابل افغانستان هجوم بردند که با دخالت نیروهای نظامی همراه شدش و توی این درگیری صدها نفر زخمی شدن و تعداد کشته شده ها هم به بیش از ده نفر رسیده. و با اینکه چند تن از مسئولین دولتی هم توی فرودگاه حضور پیدا کردن و از مردم خواستن که متفرق بشن و این خبر رو تکسیب کردن ولی باز یه ده قبول نکردن و به فرودگاه حجوم آوردن و چند نفر با آویزون شدن از چند تا هواپیمای نظامی و پرت شدن از آسمان متاسفانه جونشون رو از دست دادن شهروندان افغانستان به امید اینکه بتونن از این طریق خروج از کشور داشته باشن و به کشورهای مثل ترکیه و بعد هم کشورهای اروپایی پناهنده بشن خودشون رو توی خطر انداختن و متاسفانه تعدادی هم جونشون رو از دست دادن چند نفری هم از کشته شدن به خاطر ورود غیرمجاز به محدودههایی با تیراندازی نیروهای نظامی همراه بودن و به این شکل متاسفانه جونشون رو از دست دادن محمد ربی یکی از کارکنان فرودگاه که شاهد عینی ماجرا بوده گفته که کشته شده های این ماجرا به خاطر افتادن از هواپیما و ازدهام جمعیت و متاسفانه تیر مستقیم نیروهای نظامی بوده قارد خالد از فرمانده های نظامی طالبان هم توی محل حادثه حضور پیدا کرد و از مردم خواسته که ناراحت نباشن و طالبان رو به عنوان خادم خودشون بدونن و دنبال خروج از کشور به این شکل نباشند حمیدالله مسرور استاد دانشگاه افغانستان هم در این باره صحبتهایی را انجام داد و گفته که همه اینها به خاطر سیاست نادرست اشرف بوده که مردم از وقتی اشرف غنی اومد توی وضعیت بدی قرار دارن و فقط و فقط به فکر فرار کردن از این وضعیت و رفتن و خارج شدن از افغانستان هستن و دنبال هر بهونه و دستاویزی برای انجام دادن این کار هستن واسه همینم هم هستش که وقتی یه شایعه اینجوری مطرح میشه که میخوان نیروی داوطلب به ترکیه بفرستن همه میخوان داوطلب بشن که فقط از کشور خارج بشن تصاویری هم از ازدهام و حجوم مردم به فرودگاه افغانستان رو در تصویر مشاهده میکنید ممنون دوستان که این ویدیو رو تماشا کردید تا پایان حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید و به امید آزادی تمام کشورها و مردم مظلوم افغانستان با لایک و سابسکرایب کانال هم لطفا از ما حمایت بکنید امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید